رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما هستن. آقای غیبی، ظاهرا دولت قصد داره برای تسریع در برنامه افزایش جمعیت مسکن 25 متری تولید کنه. از شما بیشتر بشنویم در همین مورد. بله، ببینید، طرحی که امروز اعلام شده به زودی آغاز میشه و قراره که در تهران به صورت پایلوت هم انجام بشه. پیشتر هم مطرح شده بود ولی خب مخالفت های پیرامونش شکل گرفت و بحث اصلی مخالفان این بود که خب یک منزل مسکونی 25 متری در وهله اول در شأن مردم ایران نیست و کرامت انسانی رو حفظ نمی کنه و در کنار اون بحث های دیگری مطرح بود که باعث شد این طرح از دستور کار خارج بشه. اما با رویکرد جدیدی که دولت ابراهیم رئیسی داره و خب به دنبال محقق کردن خواسته‌های علی خامنه‌ای هستن، به خصوص در حوزه افزایش جمعیت و افزایش زاد و ولد در ایران، این طرح هم اجرا شده. اشاره شده که قرار این واحدها 25 متر باشن برای زوج‌های جوان، 25 متر یک خوابه، و زمانی که اینها بچه دار بشن اون موقع هم فاز دوم این طرح اجرایی میشه که پیش بینی کردن واحدهای 35 تا 45 متری دو خوابه رو تولید بکنن و در اختیار خانواده ها قرار بگیرن. خب به طور کلی اتفاقی که داره میفته داره نشون میده که اون بحث رفاه و آسایش و امنیت خانواده ها و بحث دسترسی مسکن برای مردم در اولویت نیست و دولت ابراهیم رئیسی به دنبال محقق کردن خواسته های علی خامنه ای است که در این مسیر هم خب تمامی منابع و امکانات کشور رو ظاهرا بسیج کردن و به این سمت دارن حرکت میکنن. جناب غیبی، در مورد وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال هم ظاهرا شاهد عقب نشینی مقامات حکومت هستیم. چرا دولت به رغم تکرار چندین باره این ادعا در اجرای این وعده به طور مشخص شکست خورده؟ ببینید، از همون روز اولی که ابراهیم رئیسی این طرح رو مطرح کرد، خب طرح محکوم به شکستی بود. ما اگر دو تا چارتای ساده می کردیم در حوزه ساخت مسکن، به این نتیجه می رسیدیم که ظرفیت تولید کشور در حوزه مساله ساختمانی، فولاد و سیما یک ظرفیت محدودی هست. خب همین صنایعی که دارن کار می کنن یک میزان مصرف داخلی رو داریم، بعضی از این صنایع یک تعهدات صادراتی به عهده‌شون هست و در کنار این وقتی یک بار جدید مصرف بهش قرار اضافه بشه امکان پذیر نیست، چون ظرفیت تولید محدود. از اون ور بحث تورم رو هم دامن میزد در صورتی که انجام میشد. در کنار این بحث تامین زمین وجود داشت یا حتی آماده کردن زیرساخت‌های مورد نیاز، همه اینها رو کنار هم میگذاشتیم متوجه میشدیم که این طرح و این وعده یک وعده پوپولیستی و عوام فریبانه است از سوی ابراهیم رئیسی که امروز هم نتیجهش رو شاهد هستیم. همون جوری که طرح مسکن مهر احمدی نژاد عوام فریبانه بود و در بسیاری از نقاط کشور هنوز مسکن مهری که تحویل داده شده از اون امکانات اولیه شهری برخوردار نیست، این طرح هم به واسطه مواردی که عرض کردم محکوم به شکست بود و امروز هم شاهد هستیم که عملا عقب نشینی صورت گرفته و دارن برنامه ریزی برای دوره دوم دولت ابراهیم رئیسی میکنن و طرحها رو منوط به ادامه دولت ایشون در 4 سال دوم میکنن. متشکرم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی و حضورتون در برنامه.